آیا حوزه عملیات نظامی وابستگان جمهوری اسلامی به داخل مرزهای اردن رسیده؟ آن سوی خاورمیانه در دریای سرخ چه می‌گذرد و چگونه ائتلاف محافظت از کشتی‌های تجاری به رهبری آمریکا می‌تواند جلوی حوثی‌های یمن را بگیرد؟ به چشم انداز خوش آمدید. من سمیرا قرعه‌ای هستم. از روز حمله حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر ماه کمتر روزی بوده که فعالیت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به خبرها راه پیدا نکند. این بار ارتش اردن گزارش داده که عملیات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را خونسا کرده. درگیری روز دوشنبه 27 آذر باعث کشته شدن یک سرباز اردنی و چندین قاچاقچی سلاح شده. در همین روز ایالات متحده اعلام کرده که یک ائتلاف دریایی برای مقابله با حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ ایجاد کرده. ناوگان ده‌ها کشور عضو این ائتلاف شدند. حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند، روز سه‌شنبه گفتند که حمله به کشتی‌ها را متوقف نخواهند کرد. یکی از مقامات ارشد حوثی‌ها می‌گوید که حتی اگر آمریکا موفق شود تمام جهان را بسیج کند، عملیات نظامی حوثی‌ها سر باز ایستادن ندارد. در این چشم‌انداز می‌پرسیم نیروهای نیابتی تا کجا پیش خواهند رفت؟ و آیا جمهوری اسلامی سرانجام موفق به ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی در خاک اردن خواهد شد؟ و آیا ائتلاف‌های دریایی از این دست میتواند بازدارندگی کافی علیه حوثی‌ها ایجاد کند؟ سه مهمان در این برنامه من را همراهی می‌کنند: شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجه، حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب، و حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک. سلام می‌کنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشم انداز. خانم برادوست، تقریبا 8 سالی میشه که علی خامنه‌ای اصرار داره که کرانه باختری هم مسلح بشه، سلاح به کرانه باختری فرستاده بشه، تمامی سرمایه گذاری روی حماس و جهاد اسلامی نباشه و کرانه باختری هم اونجا نیروهایی مجهز بشن به سلاح‌های جمهوری اسلامی. اردن به لحاظ سوق الجیشی بسیار برای جمهوری اسلامی منطقه مناسبی است که این سلاح‌ها رو از عراق و سوریه بیاره و بفرسته اردن، آن سمت آب برسه به دست نیروهایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. خبر دیروز در رابطه با اردن برای شما چقدر جدی بود؟ چقدر زنگ هشدار داشت؟ خبر دیروز نشون میده صحبتایی که اردنی‌ها داشتن، تماسایی که از 2021-22 با آمریکا داشتن و در مورد این خطر جمهوری اسلامی در مرزهای اردن از آمریکا کمک خواستن جدی هست. اردنی‌ها خب بارها گفتن که جمهوری اسلامی بعد از یمن، بعد از عراق، بعد از لبنان و سوریه الان در کمین اردن هستن که اردن رو دوباره به همین اوضاع این کشورها تبدیل کنن، به خاطر اینکه اردن زمینه رو داره برای چنین مشکلاتی که گریبانگیر این کشور بشه، به خاطر اینکه می‌دونیم خب فقر اقتصادی که اردنی‌ها دارن و اون جمعیت فلسطینی‌هایی که در اردن هستند. خب در مورد جمعیت فلسطین‌ها اینجا اختلاف نظر داره. 2015 حکومت خودگردان فلسطین گفته بودن که بیش از 2,200,000 نفر فلسطینی در اردن هستند. خب آمارهایی از تیک‌تاک‌های آمریکایی میگن بیش از 50% جمعیت 10 میلیونی اردنی فلسطینی هستن. این نسبت به آمار هم آمار بسیار بالایی از اردن فلسطینی‌ها در اردن هستند. ولی چیزی که در مورد حرف شما، خامنه‌ای سعی کرده خب در 2014 گفته باید تسلیحات جوری که وارد غزه میشه وارد کرانه باختری هم بشه و این اردن بوده که جلوی چنین عملیات جمهوری اسلامی رو گرفته. ولی حالا اختلافات هم همیشه بین اردن و اسرائیل بوده در مقاطع مختلفی، مخصوصا با حکومت الان نتانیاهو و حکومت رادیکال راست اسرائیل. روابط بین اردن و اسرائیل در قسمت‌های در تنش‌هایی بوده. مثلا الان آخرین آمار سروی یا نظریات مردم، نظرسنجی مردم اردن رو که واشنگتن انستیتیوت چاپ کرده بود در بهار امسال نشون میده که بله، مردم، اکثریت مردم اردن نسبت به اسرائیل
اون خشم و اون حالتی که مدافع از فلسطین رو میکنن دارن و اینجا نشون میده که در داخل اردن پادشاهی اردن هم تحت این فشارها باید یک عملیاتی انجام بده برای حمایت بکنه از فلسطینیا به خاطر فشارهای داخلی. حالا گفتم این زمینه این که جمهوری اسلامی بخواد دخالت کنه به خاطر موقعیت اقتصادی، هر جایی هم که میدونیم خب جوانان بیکار داشته باشن، موقعیت اقتصادی بری داشته باشه، اینجا راحت تر یارگیری برای گروهای تروریستی هست. درسته. خانم برادوست، این بحث اسرائیل که اشاره کردید یکی از دلایل اختلافات اساسی میان پادشاهی اردن و محمد رضا شاه پهلوی در آن زمان رابطه جمهوری پهلوی با اسرائیل بود که اختلافاتی رو ایجاد کرده بود، رابطه بسیار پرتنشی رو داشتند. آقای هاشمیان، خانم برادوست اشاره کرد به بحث پناهجویان یا پناهندگان فلسطینی در اردن، این چقدر تاثیرگذاره؟ یعنی برای ملک عبدالله اینکه تعداد زیادی پناهجوی فلسطینی اونجا داره، آیا باعث میشه که به لحاظ سیاسی یک زمینه ایجاد بشه برای نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی یا تأثیری نداره؟ با سلام خدمت شما، مهمانان گرامی و بینندگان محترم. ببینید، موضوع پناهندگی، بخشی پناهندگان فلسطینی بخشی از بافت اجتماعی و جمعیتی اردن در آمده، نمیشه برای اونها تمایز قائل شد. درست نصف جمعیت اردن تقریبا الان با ریشه فلسطینی هستند، همسر پادشاه، همسر ملک عبدالله فلسطینی خانم رانیا و بسیاری مسائل دیگه که اینها در واقع در هم تنیده شدن و امکان فصل و جدای این دو خیلی خیلی مشکله. موضوع برخورد با پناهندگان فلسطینی که از 1970 در واقع کشتار پناهندگان فلسطینی در اردن انجام شد، دیگه بعد از اون سال به هیچ وجه تکرار نشد و ملک حسین در اون زمان سیاستش رو کاملا 180 درجه تغییر داد. یاسر عرفات رو که قبل از اون به عنوان نیروی تروریستی و نیروی مخل به امنیت اردن، در واقع نهادهای اطلاعاتی امنیتی اردن میشناختن، در واقع به عنوان یکی از بهترین دوستان اردن در اون دوره در آمد و این سیاست ادامه پیدا کرد تا اینکه قضیه اسلو پیش آمد و در واقع یکی از مدافعان اصلی اسلو همین ملک حسین بود که البته الان فوت کرده و تا مرگ یاسر عرفات در واقع مورد حمایت فلسطینی ها رو مورد حمایت قرار داد. به اعتقاد من اون قضیه ترکیب جمعیتی و ترکیب بافت اجتماعی جامعه اردن زیاد نمیتونه زمینه ای برای سوء استفاده جمهوری اسلامی ایجاد کنه. همین سوء استفاده، آیا برنامه مدون داره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد دستکاری کنه در اردن، اونجا بتونه نفوذ خودش رو افزایش بده، حالا نه شبیه عراق، نه شبیه سوریه، بلکه یک مدل تازه تری، چون به هر حال به لحاظ جغرافیایی اردن خیلی میتونه برای جمهوری اسلامی مهم باشه؟ دقیقا همینطوره. دو محور اساسی برای سوء استفاده جمهوری اسلامی وجود داره. میدونید که بعد از 2011 که بهار عربی شکل گرفت و سوریه و رژیم بشار اسد در واقع یکی از محورهای اصلی این بهار عربی و اعتراضات مردمی بود، وضعیت اقتصادی سوریه و به تبع آن جمهوری اسلامی به شکلی بحرانی شد و بایستی به اینها کمک میکردن. اینها آمدن سوریه، یعنی جمهوری اسلامی آمدن سوریه رو به مرکز تولید مواد مخدر بخصوص ماده کپتاگون و ماده کریسال میسا اینها تبدیل کردند و بنابراین یک محور اساسی اردن و درگیری با اردن برای جمهوری اسلامی مربوط به این میشه که جمهوری اسلامی بتونه این مواد مخدر رو از طریق اردن به بقیه کشورهای عربی بخصوص پادشاهی سعودی، به امارات و کشورهای دیگه برسونه و
منبع مالی بزرگی رو برای جمهوری اسلامی و بشار اسد ایجاد کنه. محور دوم در واقع ارسال سلاح و موشک برای کرانه باختریه که شما بهش اشاره کردید. این درگیری هایی که اخیراً رخ داده، این درگیری ها هفته ها ادامه دار. در واقع گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از جنوب سوریه بلند می شدن، با گروه هایی که بسیار کوچک در داخل اردن درست کردن، از طریق اونها می خوان اسلحه و مواد مخدر را منتقل کنن و ارتش اردن و نیروهای امنیتی اردن با اینها درگیر هستند. و بنابراین این درگیری همینطوری ادامه داره. اخیراً صدای اردن خیلی بلند شده و اعتراض شدیدی هم شد. این همین نکته که آقای هاشمی اشاره کرد که اخیراً صدای اردن بلند شده. ما پیشتر گزارش‌ها زیاد بود راجع به تلاشی که جمهوری اسلامی می‌کنه برای اینکه بتونه کپتاگون رو از سوریه از طریق اردن به دیگر کشورهای عربی بفرسته و در واقع قاچاق مواد مخدر انجام بده. حالا قاچاق سلاح هم گزارش‌ها تک و توک بود، بیشتر گزارش‌ها معطوف بود به کپتاگون. چرا الان دو ماه بعد از آغاز تنش میان حماس و اسرائیل داریم از پادشاهی اردن به شکل رسمی یک خبر اینچنینی میشنویم که درگیری اونجا در مرز ایجاد شده، درگیری مسلحانه بوده و تعدادی هم جان باختن؟ درود بر شما و بینندگان عزیز و مهمانان محترم. خب ببینید، جمهوری اسلامی در راستای همون دکترین جنگ در منطقه خاکستری خودش نگاهی به اردن رو هم داره و الان که جنگ هست بین حماس و اسرائیل، داره سعی میکنه که تحت لوای اون تولید کاپتاگون که مدت هاست جمهوری اسلامی، حزب الله و رژیم بشار اسد این رو در جنوب سوریه داشتن انجام میدادن استفاده بکنه و همچنان که قاچاق کاپتاگون رو انجام میده، قاچاق سلاح رو هم انجام بده برای اینکه سلاح برسه به دست فلسطینیان یا کرانه باختری. دقت داشته باشیم که این اختلافات و حتی میشه درگیری‌های مرزی که بین سوریه و اردن بوده اتفاق تازه‌ای نیست. دست کم از 2020 بارها نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای لشکر چهارم ارتش سوریه به رهبری ماهر اسد اینا درگیر شدن با نیروهای امنیتی اردن و بارها کشته و زخمی دادن و این ادامه داشته، ولی الان دیگه با توجه به جنگ حماس و اسرائیل به اوج خودش رسیده. ببینید، جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد و روسیه هنری که داشتن فقط این نبود که سوریه رو تبدیل بکنن به یک زمین سوخته. کار دیگه ای که بلای دیگه ای که سر سوریه در آوردن و البته کشورهای منطقه این بوده که الان سوریه رو تبدیل کردن به بزرگترین پایتخت تولید مواد مخدر، مشخصا کاپتاگون در جنوب سوریه، در سویدا و درعا. جمهوری اسلامی به طور مستقیم ارتباط داره با ماهر اسد، فرمانده لشکر چهارم ارتش سوریه که ریاست این شبکه مافیایی تولید کاپتاگون رو بر عهده داره. فرد دوم فریس به نام ژنرال قسان بیلال، فرمانده اداره امنیتی لشکر چهارم که از سال 1990 در این پوزیشن بوده، در این مقام و با جمهوری اسلامی را ارتباط دارن، با حزب الله. و جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که آنچنان سوریه همچنان به صورت ناآروم باقی بمونه در راستای اون دکترین جنگ در منطقه خاکستری خودش و از طریق این تولید کاپتاگون هم رژیم بشار اسد و هم جمهوری اسلامی بتونه درآمدزایی بکنه و پول سلاح‌ها و این اقداماتی که انجام میده هم در بیاد و لابلای همین کاپتاگون‌ها مواد مخدر سلاح هم بفرسته به دست فلسطینیان در کرانه باختری. در سوریه هم سه نفر قدرت دارن، یک مافیای اقتصادی هستش، این رو هم به نظر ما باید بهش دقت بکنیم. یک بشار اسد هست، رئیس جمهور سوریه، دوم اسما اسد همسر بشار اسد و سوم ماهر اسد برادر بشار اسد که فرمانده لشکر چهارم هست. کانکشن و اون ارتباط مافیای جمهوری اسلامی سپاه با ماهر اسد، برادر بشار اسد هستش و با خود بشار اسد، و البته این کار رو دارن انجام میدن. نکته آخری هم که بهش اشاره کنم این هستش که می گذشته بر اساس رایزنی هایی که همین اردنی ها و روس ها انجام دادن،
و تلاشایی که انجام شد، در نهایت اردن پیوست به اتحادیه عرب. شرطی که گذاشته بودن، چون این پیوستن سوریه مشروط بود، شرطی که کشورهای عربی گذاشته بودن این بود که حالا که سوریه رو موافقت میکنن بیاد عضو اتحادیه عرب بشه، در ازای اون رژیم بشار اسد بیاد مقابله بکنه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و تعدیل بکنه نفوذ جمهوری اسلامی رو. ولی بشار اسد به نظر من گوشش به این حرفا بدهکار نیستش، به نوعی اسیر جمهوری اسلامی هم شده و عملا این وضعیت پرآشوب رو در جنوب سوریه داریم میبینیم که ردپای جمهوری اسلامی کاملا به نظر من مشهود است. بله آقای اسد، خود خانواده اسد تولید کننده درجه یک کپتاگون هستند در سوریه. اینکه چنین چیزی رو کشورهای عربی لحاظ نکنن و چنین شرط عجیبی بگذارن برای پیوستن بسیار عجیب و غیر قابل درک است. خب بله، من اشاره کردم وقتی که جنگ سوریه اساسا شروع شد و سوریه تحت تحریم‌های بسیار بسیار گسترده گرفت حتی از سوی کشورهای عربی، کاری که رژیم بشار اسد و جمهوری اسلامی انجام دادن، ولی الان اینجا مشخصا رژیم بشار اسد، این بود که الیت‌های قدیمی اقتصادی سوریه رو کاملا از بین ببره، افرادی که صاحب نام بودن، صاحب اعتبار و آبرو بودن در سوریه، اینا رو همه رو از بین برد و یه سری میلیشیاها، باندهای مافیایی اقتصادی، تبهکارا، جنایتکاران و قاچاقچیایی که عملا جنایتکار بودن در سوریه متصل بودن به این شبکه‌های مافیایی، اینا رو آورد جای اونها گذاشت و عملا کارهای تولید پول کثیف میکنن و این قاچاق مواد مخدر و جمهوری اسلامی با این نتورک، با این مافیا کاملا در ارتباط است، سپاه به خصوص در جنوب سوریه، و عملا از طریق این آشوب، تئوری آشوب، جمهوری اسلامی سعی میکنه که این منطقه رو در اردن هم ناآروم بکنه و عملا سلاح‌ها بفرسته به دست فلسطینیان در کمانه باختری علیه اسرائیل. متشکرم. خانم برادوست، در حال حاضر هرچه که حماس ضعیف‌تر بشه، هرچه که اسرائیل به خواست خودش مبنی بر این که تمامی قابلیت‌های نظامی حماس رو از بین ببره به اون خواست نزدیک‌تر بشه، آیا میشه به این فکر کرد که به موازات اون آشوب و ناآرامی هم در اردن افزایش پیدا کنه؟ یعنی جمهوری اسلامی بیاد تمرکز خودش رو بگذاره روی اردن، که از طریق اردن بتونه سلاح بیشتر، یعنی احتمالاً قاچاق مواد مخدر رو بیاره پایین‌تر، قاچاق سلاح رو ببره بالاتر، بتونه از اردن یک سو استفاده بکنه تا بتونه به کرانه باختری رسیدگی بکنه و از اونجا همچنان اون چه که مد نظر داره در رابطه با اسرائیل اون رو بخواد پیاده کنه. آیا این پیشبینی یا این طرز فکر درسته شما وارد میدونید در شرایط فعلی؟ ببینید، همیشه تو مطالعات آکادمی وقتی نگاه میکنید که من دوزی دادم گروه هایی رو بخوان اونجا قدرت بگیرن، چه تندرو باشن، چه اسرائیل باشن، چه اپوزیسیون باشن، تو وضعیت جامعه اون کشور رو حتما باید در نظر بگیرید. در مورد اردن وقتی میگم جامعه اردن آمادگی چنین چیزی داره، در داخل اردن باید سیاست اردن و کشور اردن و شاهنشاهی اونجا رو، پادشاهی اونجا رو دونست. الان تو تحقیقاتی که شده پادشاهی الان اردن رو با دوره پهلوی دارن مقایسه میکنن، دوره ایران در دوره مهرتاشاه پهلوی، میگن خب الان بهش میگن دیکتاتور نرم صاف، یعنی الان اون دیکتاتوریتی که در پادشاهی اردن هست مد نظر هست. و اینکه درست کمک‌هایی که آمریکا داره میکنه به اردن برای اقتصاد ضعیفی که داره به عنوان یکی از کشورهای عربی ضعیف منطقه، یا کمک‌هایی که حتی اردنی‌ها نمی‌خوان از اسرائیل کمک بگیرن، و خب می‌دونیم خب رابطه انرژی که بین اسرائیل و اردن هست و آخرین حتی تعهداتی که نسبت به بعد از کشف گاز شرق مدیترانه قرار بود به بین اردن و اسرائیل باشه، یعنی اینجا نشون میده در داخل جامعه به جز حاکمیت، یک حاکمیت چیزی که در غرب میشناسه به عنوان دموکراسی، دموکراسی نیست، و چیزی که از نظر اقتصادی از اقتصاد ضعیفه، و اینکه مردمی که اردنی هستن در خب ما اینجا باید در عمق جامعه اردنی رفت که ببینیم چقدر تنش وجود داره بین اونهایی که ریشه فلسطینی دارن و اونهایی که اردنی هستن. حتی جناب آقای هاشمیان در مورد ملکه اردن صحبت کرد، خب بیشتر اردنی‌هایی که ما تو تحقیق باش صحبتون کردیم، خب از حتی ملکه اردن خوششون نمیاد چون که اصالتاً فلسطینی است. یعنی اون تنشی که بین جامعه اردنی فلسطینی هم هست قسمتی از این بحثایی است که در مورد جامعه اردن صحبت می‌کنیم. اینو وقتی در نظر می‌گیریم، خب باید بدونیم که آیا اگر یک دشمن خارجی بخواد در چنین جامعه‌ای سرمایه‌گذاری کنه موفق خواهد بود یا نه. اینجاست که من احتمال این رو میدم که خب احتمالات در دنیای سیاست وجود داره، ولی تا چقدر
این احتمال به نتیجه میرسه متفاوت برمیگرده کشور چطور میتونه جلوی این رو بگیره. ولی این احتمال که جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کنه که در این کشور نفوذ کنه و به شرق کرانه باختری اردن وارد شه، این احتمال وجود داره که پنتاگون یکی از راه‌ها بود، تسلیحات یکی از راه‌ها بود. و فراموش نکنیم تا قبل جنگ غزه تمام تمرکز اردن و جامعه اردن رو کرانه باختری و اون افزایش اون شهرک نشینان اسرائیل و فشاری که به فلسطینی ها وارد میکرد، حقوق مردم فلسطین در کرانه باختری بود. ولی الان توجه به غزه رفته به خاطر اینکه روابطی که هیچ وقت پادشاهی اردن با حماس نداشته، درست دفاع کرده در مقاطعی از بعضی از سران حماس ولی هیچ روابطی نداشته و همیشه با میخوام راجع به بافت جمعیتی صحبت کردید، در ابتدای صحبتاتونم راجع به وضعیت اقتصادی اردن صحبت کردید، اینها درست، اما دو قدرت از جمله دو قدرت بسیار بزرگی که حمایت میکنن از ملک عبدالله، ایالات متحده و عربستان سعودی، اینها هم همونطور که ما الان داریم صحبت میکنیم که چقدر اردن برای جمهوری اسلامی میتونه منطقه مفیدی باشه برای اون چیزی که در نظر داره، اونها هم متوجهن دیگه، اونها یا عربستان پادشاهی سعودی یا ایالات متحده اجازه خواهند داد که چنین نفوذی رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه در اردن؟ تا الان که اجازه ندادن. به خاطر همین وقت در مورد کمک‌های مادی آمریکا به اردن صحبت می‌کنیم، حتی در واشنگتن صحبت‌های در مورد این صحبت میشه که چرا باید کمک نظامی بیش از 130 میلیون دلار به نیروهای نظامی حزب الله لبنان فرستاده بشه که کمکی نمی‌کنه و عملاً داره به دست حزب الله میرسه. این کمک هم باید به بقیه کمک‌های آمریکا به اردن اضافه بشه، یعنی که افزایش کمک مادی برای اردن خاصیه که بعضی در واشنگتن این سیاست رو جلو میبرن، چون که میخوان جلوی همین حرفی که شما زدید، جلوی این نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیرن. ولی آیا دولتی موفق خواهد بود یا نه؟ خب میدونیم روابط آمریکا با حکومت قبلی ایران رو هم میدونیم تا چه مرحله میتونن این حکومت ها بتونن دموکراسی رو بیارن، اقتصاد مردم رو بهتر کنن. اینجا برمیگرده که اون فشارها در داخل جامعه چقدر میتونه اون حکومت رو در قدرت نگه داره. و در اردن هم به نظر من این جمهوری و فراموش نکنیم پادشاه اردن اولین کسی بود که حتی کلمه هلال شیعی رو استفاده کرد. اردنی ها بهتر از همه ما میدونن که این خطر وجود داره و آگاهانه هم دنبال یک حمایت از آمریکا و عربستان و بقیه کشورهای عربی هستن. ولی بعد از اینکه روابط عربستان با ایران بهتر شده، خب اردنی ها هم میخواستن که روابط با ایران بهتر کنن، چون مثل عربستان نمیخواستن که این خطری که جمهوری اسلامی برای امنیت منطقه داره، که میدونه برای اردن هم داره، همونجوری که اول صحبت هم گفتن در مورد این که اردن مقصد بعدی جمهوری اسلامی بعد از کشورهای سوریه و عراق و یمن و لبنان هست، همه میدونن اون که در این محفل سیاست و امنیت داره مطالعه میکنن و اردن هم در این مقاطع به نظر من تلاشایی کرده. ولی باید دید که آیا واقعا این تلاش این کشور، این حکومت کافی خواهد بود یا نه. بسیار عالی. آقای هاشمیان، بحث گذشته از اردن، بحث ناآرامی ها در دریای سرخ هم هست که همچنان شما میبینید حملات حوثی ها اونجا تهدیدی که میکنند علیه امنیت کشتیرانی در اون منطقه. و خب همین روز سه شنبه هم گفتند که اگه همه دنیا هم بسیج بشه ما این حملات رو متوقف نخواهیم کرد. فکر میکنید که چقدر این نوع تهدیدها واقعا، حالا ما بحث حماس و اسرائیل رو داشتیم دیگه در این دو ماه اخیر این رو داریم، این به هم زدن امنیت دریای سرخ، امنیت آبی، چقدر چجور این استراتژی رو شما میبینید؟ میدونیم که جمهوری اسلامی چنین فشاری رو بر حوثی ها داره میاره و بعد ائتلافی که تشکیل شده حالا به رهبری ایالات متحده، این رو چقدر اثرگذار شما در شرایط فعلی میبینید؟ ببینید، کاری که حوثی ها الان دارن انجام میدن یک نوع فرصت طلبی و یک نوع سوء استفاده از جنگ غزه است. در واقع در چارچوب موضوع جنگ غزه دارن جنگ خودشون علیه دولت قانونی یمن رو پیش میبرن و در قبل از اون به خاطر اون صلحی که یا آشتی که بین جمهوری اسلامی و سعودی صورت گرفت به شکلی نمیتونستن به شکل علنی این کارو بکنن. الان با شعارهایی که دارن میدن، با درگیری هایی که در غزه صورت گرفته و با توجه به تمرکز افکار عمومی جهان عرب و جهان اسلام بر این مسئله است و اینها دارن شعارهای بسیار
پرطمطراق در مورد دفاع از فلسطین و ایستادن در برابر اسرائیل مطرح میکنن، در این چارچوب دارن فرصت طلبی میکنن و جنگ خودشون که یک هدف اساسی و در طول سالهای گذشته از سال 2014 در فکر این بودن که با باب المندب برسن و نتونستن برسن، الان دوباره دارن تلاش میکنن که این کارو بکنن. اما اینکه این ائتلافی که شکل گرفته چقدر میتونه مؤثر باشه، به اعتقاد من اقدامات اساسی در این ائتلاف صورت نمیگیره. مثلا آیا این ائتلاف فقط به تفتیش دریایی و بازرسی دریایی بسنده میکنه یا اینو به خشکی و زمین کشونده میشه؟ آیا اگر حوثی‌ها موشک زدن یا پهپاد ارسال کردن، این ائتلاف به اونها جواب میده، به اونها حمله میکنه یا فقط به گشتی‌های دریایی بسنده میکنه؟ ضمن اینکه در مورد اینکه حوثی‌ها رو باید در لیست تروریسم قرار بده، ایالات متحده هنوز چین اقدامی صورت نگرفته. کشورهای مهمی که ساحل دارن در دریای سرخ در این ائتلاف شرکت نکردن، نه سعودی نه مصر. کشور مهم دیگه که البته ساحل نداره و قبلا جزء ائتلاف ضد حوثی بوده، یعنی امارات، در این ائتلاف شرکت نکردن. اینها مرددن که واقعا هدف ایالات متحده برخورد جدی با حوثی‌هاست. لذا آقای هاشمیان، شما فکر میکنید این که شرکت نکردن به خاطر اون دلخوری هاشون از آمریکا ممکنه به اون مربوط باشه؟ زمانی که به امارات حمله شد، امارات اون پشتیبانی که انتظار داشت از ایالات متحده ندید. چقدر فکر میکنید که الان اون مسائل قدیمی هست که زنده شده و مانع از این شده که بپیوندند به این ائتلاف؟ اون مسائل رو بذارید کنار، مسائل یمن و حوثی‌ها مهمه و منافعی که امارات، سعودی، مصر، غیره و غیره در اینجا دارن. الان کاری که ایالات متحده با این 10 کشور داره میکنه، منافع این کشورها رو تامین نمیکنه. نه منافع سعودی تامین میشه، نه منافع مصر. همین الانش حدود تقریبا 10 میلیارد دلار ضرر کرده. مصر پروژه های خیلی بزرگی، مثل حدود 30-40 تا جزیره در دریای سرخ داره، پروژه های خیلی بزرگ سیاحتی و اقتصادی و غیره اونجا داره و بایستی اینا رو پیاده کنه. نصفش رو انجام داده، نصف دیگرش مونده. الان تمام این کارها معلق مونده. سعودی ها 80 تا جزیره در دریای سرخ دارن، تمام پروژه هاشون الان معلق مونده. لذا خب پس بهتر نیست که بپیوندن به ائتلاف؟ بهتر نیست که بخواین اصلا خودشون شاید یه ابتکاری به خرج بدن، یک ائتلافی ایجاد بکنند؟ این مسئله خیلی مهمه. هدف ائتلاف چیه؟ اینکه با حوثی ها ترق بازی کنیم، بازی تاموجری را بندازیم، یا واقعا حوثی ها را بتونیم خلع سلاح کنیم، بتونیم اقدام جدی بکنیم؟ ببینید وقتی ایالات متحده حاضر نیست حوثی ها را در لیست تروریست که قبلا اونجا قرار داده بود دوباره برگردونه به لیست تروریست، در بقیه اهداف هم شک ایجاد میکنه. بسیار خب آقای هاشمیان، اجازه بدید نظر آقایی رو هم در این رابطه بشنویم. و ببینید، من دیروز داشتم کنفرانس خبری لوید آستین وزیر دفاع آمریکا رو با یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل میدیدم. صحبتایی که لوید آستین کرد، اون بخشش که به حوثی‌ها رب پیدا میکرد، ببینید وزیر دفاع آمریکا از حوثی‌ها به نوعی درخواست میکرد که از این حملات خودتون دست بردارید. ببینید، این به نظر من نشانه ضعف دولت بایدن هست. تمامی اقداماتی که دولت بایدن تا الان انجام داده در برابر حوثی‌ها به نظر من نشان دهنده، یعنی بیشتر سیگنال ضعف داده دولت بایدن تا سیگنال قدرت به نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از جمله حوثی‌ها. و این ابتکار عملی هم که عنوان کردن، تشکیل این ائتلاف دریایی متشکل از 10 کشور در راستای تقویت قوای نظامی دریانوردی ترکیبی یا CMF، به خصوص اون گروه ضربت 153، به نظر من باز هم در اندازه‌ای نیستش که ما بتونیم بگیم آمریکا با
بازدارندگی حداکثری رو به وجود آورده. من اینو بارها گفتم تا زمانی که آمریکا اقدام نظامی رو علیه حوثی‌ها در خاک یمن انجام نداده و یا اینکه یک اقدام نظامی فراگیری رو نسبت به اقدامات حوثی‌ها در دریای سرخ و باب المندب، تنگه باب المندب انجام نداده، ما به اون سطح بازدارندگی حداکثری نمی‌رسیم. و حتی اعتراض کردن اماراتی‌ها و مصری‌ها، به نظر من امارات بر اساس گزارش بلومبرگ البته گفتن که خواهان اقدام نظامی آمریکا هستن علیه حوثی‌ها. مصر بیشترین ضرر رو داره میکنه از قبل این اختلالی که توی تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها به وجود اومده، چون 10 میلیارد دلار در سال درآمد داره از طریق عبور و مرور این کشتی‌ها در کانال سوئز. مصر و امارات میخوان که آمریکا اقدام نظامی انجام بده، ولی آمریکا حاضر نیست این کارو انجام بده و عملاً سیگنال ضعف داره نشون میده. بله آقای هاشمی اشاره کرد به ضررهای اقتصادی، مثلا شرم الشیخ یک منطقه ساحلی که مصر ازش پول بسیار زیادی برمی‌داره. یعنی اروپایی‌ها تابستون، پاییز، زمستون خیلی اونجا میرن برای تعطیلات خودشون که بخوام برن آفتاب بگیرن، استفاده میکنن از شرم الشیخ. وضعیت فعلی خب خیلی روی اقتصاد این مناطق تاثیر گذاشته. ائتلاف رو موثر نمیدانید، اقدامات ایالات متحده رو موثر نمیدانید، فکر میکنید که چطور میشه با این اقدامات حوثی‌ها اونجا مقابله کرد؟ راجع به حضور نظامی ایالات متحده در خاک یمن میگید، خب یک کشوری در جنوب پادشاهی سعودی که در یک آشوب سیاسی هم به سر میبره، دولت مرکزیش معلوم نیست چه کسی هست، مردمش سالهای متمادیه که در رنجن به خاطر این جنگ، چرا ایالات متحده باید سرباز ببره اینجا خالی بکنه؟ چه منفعتی؟ یعنی شما اگه بخواید منفعت ملی ایالات متحده رو نگاه بکنید، چرا باید ایالات متحده به شکل زمینی خودش رو در یمن درگیر بکنه؟ ببینید، بحث بازدارندگی هستش و عملاً آمریکا به هر حال اینجا بخشی از منافع آمریکا هم به عنوان یک ابرقدرت نظامی مطرح است، چون الان روسیه، چین و خود جمهوری اسلامی اینها برای اون مسائل دریانوردی برنامه دارن. بنابراین آمریکا اگر ابرقدرت نظامی هستش، باید مانع از این بشه که این بازیگران مثل چین، روسیه، جمهوری اسلامی اینا بخوان قدرت بازدارندگی آمریکا رو تضعیف بکنن و عملاً اون استیلا و برتری آمریکا در نه فقط هوا و زمین، بلکه در دریا هم باید بتونه که تصفیه بشه. این از نگاه آمریکایی‌ها من دارم به این قضیه نگاه میکنم. چیزی که باعث میشه که حوثی‌ها مهار بشن، به نظر من یک استراتژی ترکیبی از طرف دولت بایدن هست که حوثی‌ها رو برگردونه به لیست گروه‌های تروریستی و اقدام نظامی رو هم انجام بده مشابه اقدام اوباما در سال 2016، تحریم‌ها رو بیشتر بکنه و عملا مانع از این اقدامات حوثی‌ها بشه. آمریکا ولی بیم این رو داره که الان مثلا ما در خود جیبوتی آمریکا یک پایگاه نظامی داره به نام کمپ لومینیه و اونجا اینو میترسن که مثلا حوثی‌ها بخوان حمله بکنن. من استدلال من این هستش که آمریکا میتونه بازدارندگی حداکثری ایجاد بکنه، ولی این باعث یک دوره‌ای از تنش و درگیری میشه. قطعاً حوثی‌ها واکنش نشون میدن، احتمال یک جنگ محدود هست، ولی من فکر می‌کنم آمریکا اگر بخواد میتونه اون جنگ محدود با حوثی‌ها و جمهوری اسلامی رو هم به یک نوعی مدیریت و تنش بکنه، ولی به نظر من دولت بایدن نمیخواد این کار انجام بده، چون فکر میکنه که از چند جبهه درگیر جنگ میشه، اونور اوکراین هست، اونور حماس و اسرائیل هست، اینور هم بخواد با حوثی‌ها انجام بده و عملا ممکنه که اوضاع از کنترل خودش خارج بشه. این به نظر من نگرانی دولت بایدن است، ولی من فکر می‌کنم که میتونه جمع بکنه، نمیخواد دولت بایدن. بله خانم برادو، این جبهه های مختلف که آقای بهش اشاره میکنند تحلیل و تفسیر نیست، واقعا جبهه های مختلفی وجود داره. آمریکا هم در اوکراین درگیره، الان بحث اسرائیل رو داره، اگر علیه حوثی‌ها بخواد اقدامی بکنه از اون طرف ممکنه که حزب الله لبنان بخواد اقدام دیگری انجام بده. ارادت حزب الله لبنان به انصار الله رو ما میدونیم، بارها راجبش صحبت کردند. یک استراتژی ترکیبی رو آقای بهش اشاره کرد، بحث FTO، فهرست گروه های تروریستی که ترامپ گذاشت حوثی ها رو در اون فهرست، بایدن نیامده برداشت. مگه سپاه پاسداران در FTO نیست؟ چه اتفاقی افتاده؟ مگه اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه به خاطر اینکه سپاه در گروه های تروریستی هست، سپاه قدس اقداماتش تعدیل شده؟ شما فکر میکنید که چطور میشه امنیت دریایی رو مجددا در دریای سرخ برگردوند؟
قبل اینکه جواب سوال شما بدم دوست داشتم در مورد موضوع حوثی‌ها که صحبت کردن دوستان، من به نظرم نکته‌ای که اضافه‌تن به حرفی که زدن اینم باید اضافه کرد که چرا کشورهای عربی مثل عربستان و امارات به 10 کشور نپیوستن برای چنین ائتلافی. به نظرم موضوع مهمی که اینجا هست موقعیت الان این ائتلافه. این ائتلاف برای این تشکیل میشه در مقابل حوثی‌های قرار بگیرن، حملات حوثی‌های قرار بگیرن که حوثی‌ها این رو در دفاع از غزه و مردم فلسطین دارن انجام میدن. یعنی شما غیر مستقیم به عنوان کشور عربی وارد یک ائتلافی میشی که به عنوان یکی از مدافعان فلسطین باشون وارد جنگ میشی، که اینجا هم اضافه خب گفتم دوستان صحبت کردن که خب این ائتلاف برای موضوعات مختلف روسیه ها درگردن به گروه تروریستی، ولی به نظر موضوع کلیدی الان برای این کشورها در چه موقعیتی قرار گرفتن که این ائتلاف برای جنگ با این تبلیغاتی که روسیه انجام دادن نشون دادن که با اینکه کشورهای عربی قدرت بیشتری دارن ولی هیچ کدوم اون عکس العملی که روسیه خودشونو به عنوان الان قهرمان دفاع از فلسطینیان نشون میدن ندادن، در داخل هم اون محبوبیت که بین یمنی ها به دست آوردن نشون میده که تو اون موفق شدن تو اون پروپاگاندایی که درست کردن و اینکه قدرت خودشون هم نشون دادن برای یه چیزی که آقای هاشمیان گفت خودشون برای به قدرت رسیدن 2014 سعی کردن. این یکی از موضوع به نظر من مهمه. اما در مورد سوال شما که آمریکا اصلا چرا میخواد در یمن باشه، چه سیاستی داره و چیکار باید بکنه، ببینید چرا میخواد که خانم برادوس معلومه که چرا میخواد، چطور میتونه که یک استراتژی موفقی داشته باشه. من جواب سوالی که از آقای پرسیده میخواستم رو اون کامنت دادم که چرا آمریکا میخواد درگیر بشه، برمیگردم به اصل سوال شما. چرا میخواد؟ برای حفظ نظم جهانی بعد جنگ سرد، آمریکا به عنوان کشوری که این نظم رو میخواد کنترل کنه، نظمی که هم روسیه علیهشه هم چین علیهشه و تمام سیاستهایی انجام دادن که این نظم جهانی رو به هم بزنن، ورلد اوردری که بعد از جنگ سرد به وجود اومده و اینکه قدرت دلاری که به وجود اومده، قدرت انرژی که در دست آمریکا هست، خب این قدرت رو باید حفظ کنه. این قدرت رو چگونه حفظ میکنه؟ با همین نیروهایی که مبارزه با نیروهایی که مانع چنین حفظ چنین قدرتی از طرف آمریکا هستن. ولی چه سیاستی رو باید دنبال کنن؟ خب سال 1 میلیون دلاریه که تمام سیاستمدارای آمریکا دنبال اینن که آیا برداشتن یک گروه تروریستی از لیست ترور به نفع منافع آمریکاست؟ خب یکی مثل ترامپ میاد و با کسایی که دور برشن که فکر میکنن خب با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست ترور میتونن بیشتر فشار به جمهوری اسلامی وارد کنن، گروه های دیگری با دوره بایدن میان میگن حوثی‌ها رو برداریم به خاطر اینکه تحریم ها و موضوع حقوق بشری در یمن موضوع ماست که باید جنگ داخلی رو در یمن به پایان برسونیم، یا همین الان در دوره بایدن چقدر گروهایی که بعداً معلوم شد روابطی با جمهوری اسلامی و با مخصوصاً با ظریف داشتن سعی کردن که سپاه رو از لیست تروریستی بیرون بیارن، یا در مورد تحریم ها صحبت کردن که باعث شده که مثلا مردم ایران نسبت به آمریکا حس منفی داشته باشن یا تحریم ها رو به گردن آمریکا بندازن. یعنی این برمیگرده به اون اتاقهای فکری سیاست گذاری در آمریکا که تحت تاثیر اکثرا این تینک تانک ها لابی هایی هستن که در آمریکا برای هر یک از این سیاست مختلف دارن تبلیغ میکنن. بسیار عالی آقای هاشمیان، شاید بهتر باشه اصلا سوال اینجوری بپرسیم، اگر روسی ها در دریای سرخ این کارا رو نمیکردن اصلا مسئله ایالات متحده بود که بخواد باشون برخورد بکنه یا نه؟ چون این رو ابتدا روشن بکنیم و بعد چون ائتلاف رو معتقد هستید که کشورهایی که باید عضوش باشند نشدند و این سیاست هم جواب نداده، در شرایط فعلی که دو تا جبهه رو ایالات متحده داره پوشش مالی میده، اگر حوثی ها این گونه عمل نمی کردند اصلا مسئله ایالات متحده الان بودند یا نه؟ ببینید همین الانی که ما داریم با شما صحبت میکنیم، ایالات متحده نماینده برای گفتگو با حوثی ها داره، آقای تیم لیندر کینگ. بله. و همین الان هم در مذاکره نماینده در یمن هست آقای هاشمیان، فکر کنم نماینده در یمن، بخش بزرگیش مربوط به حوثی ها و فرایند صلحی که باعث اینا وارد بشن که متاسفانه وارد نمیشن. ببینید ما در جنگی که وجود داشت در یمن، در بخصوص در سال 2018، بخصوص نیروهایی که وابسته به امارات بودن، نزدیک بود بندر حدیده را کاملا از دست حوثی ها خارج کنند، یعنی فرودگاه را گرفتند، چند تا بندر جانبی الحدیده را گرفتند. یه دفعه تعدادی از نمایندگان مجلس آمریکا از دولت آمریکا خواستند که این جنگ باید فورا متوقف بشه و در واقع دولت آمریکا وارد شد متوقف کرد این جنگ و امارات نتونست به پیشروی خودش ادامه
بده. بعدش وارد فرایند استکهلم شدیم و در واقع حوثی‌ها قول دادن که اونجا یه کارهای انجام بدن، تعهد دادن، التزام عملی دادن که بایستی انجام بدن نسبت به اون توافقات استکهلم که هیچ کدام را رعایت نکردن و این چارچوب همینطور ادامه پیدا کرد. طبق سوال شما که قبل از حمله حوثی ها به کشتی ها و غیره در واقع ایالات متحده تلاش میکرد که با اینها گفتگو کنه و در واقع طریق این گفتگو به یه نتایجی برسه و به همین خاطر حتی اونها را از لیست تروریست هم خارج کرده، ولی تمام کارهایی که انجام داده الان به نتیجه نرسیده، چون که پشت این حوثی ها یک جمهوری اسلامی است که فقط منطق قدرت را میشناسه و در واقع فقط دنبال فرصت طلبیه و الان اوضاع هم برای این فرصت طلبی آماده شده و لذا اگر آمریکا، ببینید اینجا مسئله حتی لبنان یا عراق نیست، حوثی ها و در کنار باب المندب که 40% تجارت جهان از اونجا میگذاره، 1/5 انرژی جهان از این منطقه میگذاره، اینجا منافع آمریکا الان به شدت زیر ذره بود. حالا آمریکا رو به اندازه کافی فکر میکنم توضیح دادید. سعودی چی؟ عربستان سعودی آیا اگر که ایالات متحده رو بذاریم کنار، عربستان در شرایط فعلی توان این رو داره که از پس حوثی ها بر بیاد؟ یا کدوم کشور عربی میتونه؟ الان سعودی یا مصر، میدونیم مصر قبلا تجربه یمن رو داشته، در جنگ های سابق تجربه یمن رو داشته و هیچ اتفاقا مثل یمن برای کشور مصر مثل ویتنام برای آمریکاست. یعنی در واقع اون گردابی که درش افتاد و ضرری که دید همه در تاریخ موجوده، لذا مصری ها هیچ وقت وارد جنگ یمن نخواهند شد. سعودی ها وارد شدن، منتها میخوان اهداف جدی باشه. اگه الان ایالات متحده اهداف و استراتژی جدی در رابطه با حوثی ها داشته باشه، مثلا واقعا میخواد الهدیده را دست حوثی ها خارج کنه، هم سعودی شرکت میکنه هم امارات، و میدونی با توجه به نفوذ سعودی و امارات کشورهای دیگه هم شرکت میکنه. لذا بایستی سیاست آقای بایدن در مورد حوثی ها و بخصوص پشت حوثی ها جمهوری اسلامی مشخص و روشن بشه. بسیار خب آقای 2.5 دقیقه صحبت پایانی را از شما بشنویم. دقیقا نکته همین هستش که اتفاقا به نفع عربستان و امارات هستش که الان بتونن حتی به این ائتلاف بپیوندن و همه چیز به اراده و عزم دولت بایدن بستگی داره. بهترین فرصت الان برای تضعیف حداکثری محور، اون چیزی که محور مقاومت جمهوری اسلامی نامیده میشه، وجود داره و الان نه تنها این محور مقاومت پشت جمهوری اسلامی هستش، بلکه چین و روسیه هم رد پای اونها در این نارامی ها و آشوب ها دیده میشه در آبراهای بین المللی. و اگر دولت بایدن به این اهمیت مسئله تضعیف حداکثری محور مقاومت پی نبره و اقدامات جدی رو در برابر اون انجام نده، به نظر من از نظر راهبردی برای خود آمریکا، چه بایدن بر مسند قدرت باشه چه ترامپ یا هر کسی دیگه ای، برای آمریکا هم در دراز مدت اصلا به نفعش نخواهد بود. بنابراین جنگ حماس و اسرائیل به نظر من فرصتی رو پدیدار کرده که آمریکا هم بیاد عملا این قدرت جمهوری اسلامی رو، این نیروهای شبه نظامیش رو، نیروهای نیابتیش رو به کمترین برسونه و به اون ضربه بزنه. ولی من فکر میکنم دولت بایدن عملا تصمیم گرفته که سیاست مماشاتی در پیش بگیره مگر اینکه اتفاق غیر منتظری رخ بده، و به نظر من بهترین زمان اکنون هستش. آقای به چین که اشاره کردید، آیا به ضرر چین نیست اتفاقاتی که در دریای سرخ داره میفته؟ هم به ضرر چین هست هم به ضرر روسیه، ولی نه تا این حد، یعنی تا حدی که به صورت کنترل شده و محدود حوثی ها این اقداماتشون رو انجام بدن لزوما چین و روسیه ضرر نمی کنن. اما اگر
به صورت نامحدود باشه، بیش از این انجام بشه از سوی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها، به نظر من این قطعا به ضرر چین و روسیه خواهند بود. ولی نکته کلیدی من این هستش که مثلا روسیه استراتژی دریایی داره و چین هم استراتژی دریایی رو در نظر گرفتن و این چین و روسیه هستن که پشت این بی‌نظمی‌ها قرار دارن و عملاً آمریکا فقط با جمهوری اسلامی رو در رو نیست، چین و روسیه هم هستن. بله، متشکرم از هر سه نفر شما، شکریا برادوس، حسن هاشمیان و حسین آقایی که در این بحث شرکت کردید. و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید. تا چهارشنبه شب.